پدر او نام روبرت رو برای او انتخاب کرد تا به عنوان یک فوتبالیست حرفه‌ای به خارج از کشور مهاجرت کند. پدرش کریستوف در گذشته سال 2005 یک قهرمان جودو لهستان بود و همچنین در تیم فوتبال ورشو در دسته دو بازی میکرد. مادرش هوتنیک نام دارد که بازیکن سابق تیم والیبال بود. خواهر او ملینا نیز بازیکن تیم ملی والیبال لهستان است. همسر او آنا لواندوسکی است که در سال 2009 مدال برنز جام جهانی کاراته را به دست آورد. آنها در 22 ژوئن 2013 در کلیسای بشارت مریم مقدس ازدواج کردند و در حال حاضر دو دختر دارند. لواندوفسکی یک مسیحی کاتولیک است و در اکتبر 2014 با پاپ فرانسیس دیدار کرد، زمانی که بایر مونیخ پس از پیروزی 7-1 مقابل روم در ایتالیا بود، از واتیکان بازدید کرد. در اکتبر 2017 یک روز پس از گلزنی برای لهستان در مقدماتی جام جهانی 2018 لواندوفسکی لیسانس تربیت بدنی خود را با مربیگری و مدیریت در آکادمی آموزش ورزشی در ورشو دریافت کرد و به یک دهه تحصیل خود پایان داد. لواندوفسکی علاوه بر زبان لهستانی به زبان‌های آلمانی و انگلیسی نیز مسلط است. روبرت لواندوفسکی پس از اینکه در رده‌های سوم و دوم فوتبال لهستان به همراه باشگاه فوتبال زنیچ پروشکو بهترین گلزن بود، به لیگ برتر فوتبال لهستان و باشگاه فوتبال لخ پوزنان نقل مکان کرد و به تیم کمک کرد در فصل 2009 قهرمان لیگ لهستان شد. او در سال 2010 به باشگاه فوتبال دورتموند پیوست، جایی که افتخاراتی از جمله دو قهرمانی متوالی بوندسلیگا و جایزه بهترین گلزن لیگ را به دست آورد. در سال 2013 همچنین به همراه دورتموند به فینال لیگ قهرمانان اروپا راه یافت. قبل از شروع فصل 2004 لوا به صورت رایگان به رقیب اصلی دورتموند یعنی بایر مونیخ پیوست. او در بایرن در 8 فصل پیاپی قهرمان بوندسلیگا شد. لواندوفسکی نقش مهمی در قهرمانی بایرن مونیخ در فینال لیگ قهرمانان اروپا 2020 به عنوان بخشی از سگانه داشت. لوا در سال 2022 به بارسلونا انتقال یافت و در اولین فصل موفق به کسب سوپرجام اسپانیا، قهرمانی لالیگا و جایزه پیچیچی شد. لواندوفسکی که از سال 2008 یک ملی پوش کامل برای تیم ملی فوتبال لهستان است، بیش از 140 بازی تاکنون برای این تیم انجام داد و در جام ملت‌های اروپای 2012، 2016 و 2020 و همچنین در جام‌های جهانی 2014، 2018 و 2022 عضو و کاپیتان تیم ملی این کشور بوده است. او سومین گلزن برتر تیم‌های ملی در اروپا بعد از کریستیانو رونالدو و فرانس پوشکاش و هفتمین گلزن برتر تیم‌های ملی در جهان است. او 11 بار به عنوان بهترین فوتبالیست لهستان و 3 بار به عنوان بهترین ورزشکار این کشور انتخاب شده است. در سال 2020 به عنوان بهترین بازیکن سال یوفا انتخاب شد و 2 بار هم در تیم منتخب یوفا قرار گرفت. او سومین گلزن برتر لیگ قهرمانان اروپا است. لواندوفسکی 5 بار به عنوان بهترین بازیکن فصل بوندسلیگا انتخاب شده است. وی در رقابت‌های بوندسلیگا بیش از 300 گل به ثمر رسانده و پس از مولر بهترین گلزن تاریخ لیگ آلمان است. همچنین جزو معدود بازیکنانی است که بیش از 600 گل در تورنمنت‌های رسمی مختلف زده. او جایزه بهترین گلزن بوندسلیگا را 7 سال به دست آورد که برجسته‌ترین آنها در سال 2020 بوده که 41 گل به ثمر رساند و رکورد مولر را شکست و عنوان بهترین گلزن بوندسلیگا در یک فصل را در اختیار دارد. در فصل 2020 به دلیل همه‌گیری کرونا جایزه توپ طلا که شانس اصلی آن لواندوفسکی بود اهدا نشد و در فصل 2021 هم تنها با 33 رأی کمتر از لیونل مسی دوم شد. لواندوفسکی و همسرش آنا در طول زندگی حرفه‌ای خود برای سازمان‌های خیریه و کودکان مختلف حمایت و جمع‌آوری پول کردند. از جمله مؤسسه بهداشت یادبود کودکان در ورشو که برای آن در روز تولد آنا بیش از 150,000 یورو جمع‌آوری کردند. نظر شما راجع به روبرت لواندوفسکی چیه؟